سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن نسبتاً گرم با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو خبرها در عرصه داخلی و منطقه‌ای بسیار است. در ایران استیضاح وزیر علوم از خبرهای روز است. در جنگ میان دو جناح حکومت، این در حالی است که گفته می شود قرار است اسامی 500 تن از کسانی که بدهی های کلان به بانک های دولتی دارند منتشر شود. همزمان از محاکمه مهدی رفسنجانی وابسته به باند رفسنجانی سخن گفته می شود. آن سوتر در زندان های جمهوری اسلامی یک خانواده ایرانی از بابت سرنوشت دو فرزند خود در زندان که خطر اعدام آنها را تهدید می کند نگران هستند و همچنین نگرانی ها درباره سرنوشت زندانی سیاسی ارژنگ داوودی افزایش یافته است. این زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می گذرانده محکوم به اعدام شده است در محاکمه دوباره. و در عرصه منطقه‌ای داعش همچنان میتازد و یک دختر کرد ایزدی که توانسته است از زندان داعش بگریزد آنچه را که بر سر او و دیگر کردهای ایزدی در زندانهای داعش آمده است برای خبرگزاری خاورمیانه بازگو کرده است و در قاهره مذاکرات صلح آتش‌بس غیر مستقیم میان فلسطینی ها و اسرائیل هنوز به نتیجه نرسیده است. بررسی میکنیم مهمترین خبرهای روز در عرصه سیاسی ایران، منطقه و عرصه بین المللی را و آنچه را که در عرصه بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران میشود. با من و شما هستند در استکهلم آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و در اسلو در نزدیکی استکهلم نروژ آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایرانی و عضو کمپین سفارت سبز. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی سلام به شما. سلام جناب چالنگی عزیز و سلام به همکارانتون، بینندگان شما و خدمت جناب آقای حیدری هم سلام عرض میکنم. آقای حیدری گرامی با خوش آمد و سلام به شما. منم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون و همچنین جناب آقای اعتمادی سلام دارم، امیدوارم بتونم پاسخگوی سوالاتون باشم. آقای اعتمادی بذارید از اینجا شروع کنیم. استیضاح وزیر علوم آقای فرجی دانا، رضا فرجی دانا، خیلی‌ها در عرصه داخلی معتقد هستن این نتیجه گسترش جنگ میان دو جناح است. دو جناحی که یکیش مدافع همچنان دولت رفته احمدی نژاد هست و دیگری که دولت آقای حسن روحانی، به خصوص در پی افشای نام کسانی که بورسیه می گرفتن از دولت احمدی نژاد، الان استیضاح ایشون است. تفسیر شما رو می شنویم درباره این صحنه. خواهش می کنم. ببینید آقای چالنگی، مسئله دانشگاه ها همیشه برای رژیم های استبدادی یک مسئله بغرنج و به اصطلاح پیچیده و در این حال با اهمیته، چرا که قشر دانشجو، طبقه دانشجو شاید یکی از طبقات بسیار حساسی است که نسبت به مسائل و مشکلات جامعه در مواقع حساس و ضروری واکنش از خودش نشون میده. بنابراین خیلی طبیعی است که در حکومت اسلامی ایران
در بین جناح‌بندی های رژیم همواره در رابطه با محیط دانشجو، دانشگاهیان، استادان دانشگاه و همچنین دانشان هم طور که عرض کردم حساسیت وجود داشته باشه. بعد از رکار آمدن دولت آقای روحانی و تعیین به اصطلاح وزیر علوم از سوی جناب روحانی و تصمیماتی که این وزیر گرفت در رابطه با بازگرداندن از تعدادی از دانشجویان ستاره دار یا دعوت به همکاری از استادان بازنشسته، طبیعتاً این حساسیت برای جناح مقابل به وجود اومد که این تغییر و تحولات محیط دانشگاه ها رو به نحوی در جهت منافع و سیاست های گروه اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی به اون سمت نکشه. به همین خاطر این به نظر من انگیزه و دلیل اصلی بود برای این رقابت، برای این دامن خوردن به این به اصطلاح جدلی و اشکالی که الان بین دو جناح پیش اومده است. از سوی دیگر همونطور که اطلاع دارید از طریق مطبوعات وابسته به اصلاح طلبان لیستی منتشر شد مبنی بر این که حدود 3000 نفر از دانشجویان بورسیه در دولت قبلی از وابستگان به دستگاه بودند و این موضوع به اصطلاح باعث دامن زدن این اختلافات شد و همونطور که اطلاع دارید استیصای وزیر علوم به مجلس کشیده شد. در مجلس سران و مسئولان اصلی مجلس در این رابطه از جمله آقای لاریجانی رئیس مجلس نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و جناحایی که در مجلس حضور دارن در رابطه با این مسئله چون به طور جدی دامن خورده تا امروز تا فردا نتیجه اعلام خواهد شد که این استیزا به کجا خواهد کشید و همونطور هم که اطلاع دارید امروز گفته می شود که قراردادی بین وزیر علوم و فراکسیون های مجلس قید شده که اونها قید کردن به اصطلاح توافق کردن که وزیر علوم دو تن از معاونین و مشاورین خودشون رو که در جریان به اصطلاح وقایع سال 88 جزو به نوعی جزو به اصطلاح شرکت کنندگان و مدیران اون اعتراض بودن رو کنار بگذارن تا اینکه بتونن این اختلاف رو حل بکنن. به یک معنا در حال امتیاز دادن و امتیاز گرفتن هستن و همونطور که عرض کردم هر دو جناح قصد دارن کنترل بیشتری روی محیط دانشگاه ایران داشته باشن که در صورت اگر اتفاقاتی بخواد بیفته اونها بتونن به نفع خودشون از این ارتباطی که با جامعه دانشگاهی دارن استفاده بکنن. آقای حیدری تفسیر آقای اعتمادی رو تا چند اندازه بازتاب واقعیت جاری در عرصه دانشگاهی ایران میبینید؟ خب خدمتتون عرض کنم که عملا به نظر من و دوستانم بازیگر اصلی این عرصه خود آقای خامنه ایه، چون عملا آقای خامنه ای در نطقایی که کرده و صحبتایی که کرده همواره خواهان این بوده که دانشگاه ها رو بتونن کنترل کنن و به خاطر همین مسائلی هم که پیش اومده بیم این میره که باز وقایع گذشته به خصوص این که قشر جوانی که وارد دانشگاه ها میشن و با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در ایران حاکمه باعث بروز تشنجاتی در کشور بشه و از طرفی هم مشکلات اقتصادی که در کشور هست، این میطلبه که عملا تیمی که به نوعی وابسته تر به آقای خامنه ای هست میخواد این موضوع رو کنترل کنه و دانشگاه ها رو به نوعی در اختیار خودشون داشته باشن. در زمان آقای احمدی نژاد نهادهای امنیتی کاملا کنترل اوضاع رو در دست داشتن پس از وقایع انتخابات و الان اونا میترسن از اینکه امکان داره با این فضایی که به نوعی آقای روحانی داره تبلیغ میکنه و تیم ایشون که داره بازتر میشه میتونه باعث بروز تنش‌هایی در جامعه بشه. به همین منظور تندروهایی که در داخل مجلس هستن و به خصوص در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و به نوعی به خود آقای خامنه‌ای در واقع باید پاسخگو باشن، میخوان دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی رو کاملا در اختیار داشته باشن و به خاطر نبود احزاب سیاسی ما میدونیم که دانشگاه‌ها محل فعالیت‌هایی بوده که رژیم عملا از این قضایا خوشنود نیست و همواره خواهان این بوده که کنترل بشه. حالا به نوعی شاید این گونه تصور بشه که دو جناح درگیر در داخل جمهوری اسلامی بر سر این مسئله با هم دیگه در واقع اختلاف دارن، ولی عملا هر دو جناح موضعشون این هستش که بتونن دانشگاه ها رو کنترل کنن و از وضعیتی که در دانشگاه هست به نفع خودشون برای به دست آوردن رانت ها و امتیازات بیشتر در عرصه های مختلف کشور استفاده کنن. یعنی میفرمایید آقای فرجی دانا
ایشون هم مثل جناح روبرو چندان به فکر دانشجویان یا بالا بردن سطح علمی دانشگاه نیست؟ معلوم که بسیاری از اساتید دانشگاه از ایشون حمایت کرده. خب اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم با دوران آقای احمدی نژاد، خب شاید اون افرادی که به نوعی اخراج شده بودن یا بازخرید شده بودن، با اومدن ایشون برگشتن سر کار و از نظر اقتصادی خب وضعیتشون به گونه‌ای بهتر شده، ولی آنچه که در طول 30 سال گذشته نشون میده، تمام جناح‌های درگیر در داخل جمهوری اسلامی به خاطر منافع دانشجویان یا مردم ایران قدمی بر نمی‌دارن، بیشتر به دنبال منافع خودشون و تشکیلاتشون هستن تا بتونن این دوره‌ای رو که در زمامداری جمهوری اسلامی در واقع شرکت کردن رو به نوعی به آسودگی به پایان ببرن. و ما می‌بینیم که در طول دوران‌های گذشته همین تیمی که الان در داخل کشور حاکم هستن در دوره اصلاحات و در دوره سازندگی هم بودن و وضعیت مردم چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی و اقتصادی تغییر آنچنانی نکرده. هر دو جناح در جهت تحکیم پایه‌های حکومت ولایت فقیه قدم برمی‌دارن. آقای اعتمادی، من در رابطه با پرسش که شما کردید، این که آیا واقعا حکومت اسلامی ایران در فکر منافع و حفظ موقعیت و ارزش‌های دانشگاه ما هست یا نیست، فقط میتونم خدمتتون عرض بکنم همین چند روز پیش بود که وزیر کشور اعلام کرد که ما در حال حاضر حدود 1,100,000 به اصطلاح فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که بیکار هستن و هیچ به اصطلاح امکانی هم برای اینکه در آینده نزدیک بشه برای اینها کار ایجاد کرد وجود نداره. بنابراین واقعیت اینه که سیاست حکومت اسلامی ایران در رابطه با گسترش به اصطلاح سطح دانشگاه کشور تحت عنوان دانشگاه آزاد و غیره، بیشتر امکانی بود برای اینکه بتونن کنترل بکنن وضعیت به اصطلاح نیروی بیکار کشور رو و برای هدفهایی که به دنبال داشتن برای منافع خود رژیم. یعنی اگر به واقع حکومت ایران برنامه روشن و مشخصی بود و داشت و اگر واقعا دلسوزانه و مسئولانه در قبال سرنوشت جامعه فرهنگی و دانشگاهی ایران اگر میخواست در نظر بگیره، قطعا امروز بر اساس گزارش ها و آمارای خودشون ما 1,100,000 فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار نداشتیم. بنده هم فکر میکنم که همطور که خدمتتون عرض کردم، امروز حتی صحنه دانشگاه ها و جامعه به اصطلاح علمی ما که شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه هستن و همطور که شما اشاره فرمودید، تعداد زیادی از اساتید دانشگاهی نامه رو امضا کردن مبنی بر حمایت از وزیر علوم. همه اینها در ارتباط با رقابت هایی است که بین جناهای از این دو جناح در حکومت وجود داره و بهره برداری از نیروی اینها به نفع خودشون. به نظر من چیز دیگری در این رابطه برای حکومت اسلامی ایران اهمیت نداره. آقای حیدری عزیز، در همین مسیر هست که گفته میشه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ایران، حالا دانشکده هایی که همچنان نسبتا اعتباری دارن یا زحمت هایی که خود دانشجو میکشه یا اساتیدشون یا هر چه که هست، اینا سرانجام به غرب مهاجرت میکنن، اونچه که عنوان فرار مغزها رو داره. از جمله میبینیم مثلا دختر ایرانی، بانوی ایرانی مریم میرزاخانی، ایشون یکی از ریاضیدانهای برجسته شناخته میشه و بسیار کسانی از در نروژ که شما هستید، در سوئد که آقای اعتمادی عزیز هست و در همین آمریکا که بسیار گزارشی هست که واقعا میزان آنچه که فرار مغزها خونده میشه چه سرمایه‌ای هست. من فقط در این حد کلی میدونم که بسیار گران هست و بسیار سنگین سرمایه‌ای که از ایران به بیرون. من در این رابطه فقط میتونم به یک در ملاقاتی که در وزارت خارجه خود سفیر وقت استرالیا با مدیر کل کنسولی وزارت خارجه اشاره کنم که ایشون در لابلای صحبتاش از جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی تشکر میکرد که باعث شده بودن در اون زمان بیش از
600 هزار نیروی فعالی که از جمهوری اسلامی و مردم ایران به استرالیا مهاجرت کرده بودند و دارای تخصص‌های بالایی بودند، ایشون داشت تقدیر می‌کرد که میلیون‌ها دلار باید هزینه می‌شد تا ما بتونیم به یک همچین نیروی کار و همچین پتانسیلی برسیم، و جمهوری اسلامی به راحتی با فشارهایی که در داخل کشور به این نیروها آورده بود، اونها رو در واقع سوق داده بود به مهاجرت و به کشور استرالیا. و می‌بینیم که در سایر کشورها همین گونه است، در آمریکا، آلمان و اکثر کشورهای اروپایی اکثر ایرانیان در رده‌های بالای شغلی مشغول کارن و این کشورها دارن از تخصص اونها استفاده میکنن. نکته جالبی هم که در همین رابطه میتونم بگم، خود آقای فرجی دانام در مصاحبه‌ای که کرده گفته حتی اگر در این استیزا هم منو کنار بذارم برمیگردم کانادا و به فعالیت دانشگاهی در اونجا و ادامه میدم. این نکته یکی نشون میده جمهوری اسلامی برای علم و دانش مردم ایران ارزشی قائل نیست، چون اون بیشتر این نظام و این سیستم آقای خامنه‌ای و اون تیمی که مملکت رو به نوعی دارن هدایت میکنن به دنبال افرادی از جنس قاسم سلیمانی و سردار نقدی و این گونه افراد هستن که بتونن کشور رو در واقع به این گونه در بیارن و عملا باعث بروز راندهایی بشن که وضعیت کشور رو در وضعیت در واقع این گونه قرار داده، و عملا با فرار مغزها و رفتن ایرانیان متخصص از ایران هیچ مشکلی اینها نداره. آقای اعتمادی های در حکومتی که علما، عالمین، کسانی هستند امثال همین آقایون که میبینید، مهدوی کنی، گیلانی و بقیه، محسنی اژه‌ای و همه نظراتی که به عنوان علما شناخته میشن و کلمه علم، آیا طبیعی نیست که پشیزی هم برای علم و دانش این رو هم پنهان نکرد آیت الله خمینی؟ روزهای اول گفتنشون، گفتن هر که میخواد بره بره، ما خودمون موزه پزشک و اینا تربیت میکنیم. توقعی بیش از حد نیست که از یه همچین حکومتی که حامی علم هم باشه به یک معنی. نخه جناب چالنگی، شما خودتونم میدونید که حکومت اسلامی ایران از روز نخست سر ستیز با جامعه فرهنگی ایران، با هنرمندان ایران، با نویسندگان داشت. در بسیاری از نطقهای آیت الله خمینی در همون روزهای اول، هم آقای خمینی، هم آقای رفسنجانی، هم سایر بنیانگذاران حکومت اسلامی، شما میبینید که در نطقا و سخنرانی‌های خودشون مرتب جامعه روشنفکران ایران رو تهدید میکنن. کانون نویسندگان ایران، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و دانشجوها انقلاب فرهنگی را میاندازن. برای چی انقلاب فرهنگی را میاندازن؟ معتقدن که بسیاری از کتب علمی که در دانشگاه‌های ایران در دوران پیش از انقلاب تدریس میشد توسط استادان، اینا غیر اسلامی است، و همونطوری که خود شما اشاره کردید، اینا معتقد بودن که اسلام همه چیز دارد و ما احتیاجی به همه علوم نداریم، یا اگر به خصوص علومی که از غرب اومده. اگرچه برای اونجایی که لازمه، اینها از تمام پیشرفت‌های علمی برای حفظ خودشون و برای نگهداری خودشون بهره برداری میکنن. شما نام دو نفر از آیت الله‌های به نام این حکومت رو بردید که هر دو اینها در همین ماهای اخیر بود که در حالت کما بودن، و ما همه دیدیم چطوری آقای آیت الله گیلانی و آیت الله دیگر اسمش الان در خاطر مهدوی کنی، بله مهدوی کنی، در کما تشریف دارم، بله، با بالاترین استانداردهای به اصطلاح تجهیزات پزشکی مورد مراقبت قرار گرفتن، متخصصین زیادی رو به اصطلاح بر بالین اینا آوردن و با دستگاه‌های مجهز پزشکی اینها رو در حالت کما حتی نگهداری کردن. اما اونجایی که بایستی که علم و دانش در خدمت مردم باشه، خب طبیعتاً اگر منافع اینها رو در بر نداشته باشه این علم و دانش، اونها رو انکار میکنن. در رشته علوم انسانی شما میبینید که اینها در بسیاری از کتب‌هایی که در دانشگاه تدریس میشد اونها رو دور ریختن، سانسور کردن، حتی از استادان رو منع کردن که وارد یک سری از عرصه‌های بحث مباحث مربوط به جامعه شناسی بر اساس معیارهای کشورهای غربی به اصطلاح در بیان. بنابراین اینها از روز نخست با اون بخش از علمی که منافع اینها رو به خطر میانداخت مخالف بودن، اونها رو کنار گذاشتن، و اون بخش از علومی که میتونست به بقای اینا کمک بکنه و حیات اینا رو حفظ بکنه طبیعتاً ازش حمایت کردند و برای خودشون نگه داشتن. به انقلاب فرهنگی اشاره کردن آقای اعتمادی، انقلاب فرهنگی که به مدت 3 سال دانشگاه ها را بست، اعضای شورای انقلاب فرهنگی چندین نفر بودند، یکی از مهمترین و مؤثرترین
اعضای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی، آقای عبدالکریم سروش بود. آقای عبدالکریم سروش در اسلامی کردن تلاشی که حکومت ایران، حکومت برآمده از انقلاب در پی آن بود، اسلامی کردن دانشگاه. در چندین مصاحبه آقای سروش بر این نکته تاکید کردن که بله، باید محتوای دانشگاه ما اسلامی بشه. قطعا ما در آرشیو ایران فردا داریم و پخش خواهیم کرد در برنامه‌های مناسبی که هست، و خواستار اسلامی شدن دانشگاه بودن. بسیاری از اساتید دانشگاه ها که از زمان پیش از انقلاب بودن با احکام عرض کنم اعضای شورای انقلاب فرهنگی اخراج شدن، از جمله احکامی که از طرف با امضای آقای دکتر عبدالکریم سروش صادر شد و بعد از 3 سال دانشگاه به هر حال بازگشایی شد و در زمان نخستین گام هاش هم در زمان ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنی سعد بود که همزمان با آغاز جنگ هم بود که آقای بنی سعد هم در تلویزیون حاضر شدن و اعلام کردن دانشگاه دیگه باید وضعیت دیگه پیدا کنن و این بساط سیاسی از دانشگاه جمع شد. به هر حال انقلاب فرهنگی مدلی بود از آنچه که در چین کمونیست انجام شده بود در زمان خودش، در زمان پس از ماو. به چه نتیجه ای رسید یا نرسید، این بحثی طولانی، امیدواریم برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. و برخی از سران انقلاب فرهنگی بعدها خودشون هم درگیری‌ها و مشکلاتی با حکومت پیدا کردن و از حکومت رانده شدن و عملا پیاده شدن یا مسئولان بالاتر آنها را پیاده کردن از قطار انقلاب که رو به مقصد نامعلوم مدینه فاضله فقیه داشت در ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خبرها در ایران همونطور که اشاره کردم بسیار هست. یک زلزله اندیمش رو هم پس از ایلام لرزاند و پیامدهای این زلزله همچنان نامعلوم هست. گزارش های دقیقی دست کم ما نداریم در تفسیر خبر از ایران فردا. و این خبر غم‌انگیز رو هم که به احتمال بسیار تا این لحظه شنیده اید، در گذشت خانم سیمین بهبانی، غزلسرای معروف و بزرگ ایران، روانش همواره شاد باد که میدونیم یادش همواره جاودان خواهد بود. در عرصه ادبیات و در عرصه اجتماعی سیاسی ایران هموار به نام سیمین بهبهانی زنده و گرامی خواهد بود. درباره خانم بهبهانی قطعا برنامه‌ها یا سخنان بیشتری خواهیم داشت در آینده. آقای حیدری عزیز، پرسش من این هستش، ببینید که ایرانی آقای مهافرید خسروی یک شبه اعدام شد، متهم بود به فساد مالی. از طرف دیگه گفته میشد که آقای مهافرید خسروی ایشون کارآفرینی بود که کارهای بسیار تولید کرد و چندان دستان آلوده نداشت، وامهایی گرفته بود پس داده بود یا نداده بود. برادر ایشون هم اخیراً به طور غیابی محاکمه شده و به 20 سال زندان محکوم شده. برادر ایشون قبل از صدور حکم نامه سرگشاده‌ای برای آقای خامنه‌ای فرستاده بود. ایشون هم خب تصورش این بود که خود روحانیون شیعه بر منبر بارها گفته بودن که خلفای صدر اسلام چطور درهای خلافتشون باز بود میشد بری اونجا و حتی سرشون داد کشید. ایشون هم فکر کرد که برای اینم یکی از خلفای اسلام هست، نامه نوشته بود. ولی بلافاصله بعد از این نامه هم به 20 سالشون محکوم شد به زندان. این عدالت رو، این مکانیزم این عدالت رو شما برای ما شرح بدین. چرا شفاف نیست؟ چرا نمیان؟ چرا آقای فرید خسروی یه شبه اعدام میشه نمیان علنا محاکمه کنن؟ چرا این اتفاقات پشت پرده میفته و شمشیر به دست عدالت اسلامی در حکومت فقیه آقای محسنی اژه‌ایست و وزیر دادگستری هم اون یکی آقای پور محمدی؟ و
خدمتتون عرض کنم، خب همونجور که اول صحبتام هم خدمتتون گفتم، سررشته همه اینها دست خود آقای خامنه ای و بیتشه. میبینیم که علی‌رغم بی‌عدالتی هایی که در داخل کشور وجود داره و اکثریت شکایات هایی که دارن از قضات قوه قضاییه انجام میشه و بی‌عدالتی هایی که در این قوه انجام میگیره، متاسفانه آقای خامنه ای مجدداً شیخ صادق لاریجانی رو به مدت 5 سال دیگه بر این قوه حاکم کرده و امثال مثل آقای اژه‌ای و تیم ایشون هم در این قوه خواهند بود و مردم رو دوباره با همون مسائل مواجه خواهند کرد. و افرادی هم که به نوعی مثل همین آقای مهافرین به این صورت در میان که برای کار و یا کارآفرینی وارد عرصه اقتصادی ایران شده، تا زمانی که تونستن ازش بهره برداری کردن، استفاده بردن، راندهای موجود اهم از سپاه و نهادهای امنیتی تونستن باهاش کنار بیان و زمانی که لازم شده و خواستن که به نوعی تمام جریانات رو به دوش یکی دیگه بندازن، اینها قربانی شدن. نمونهش هم الان در زندان آقای بابک زنجانیه که میبینیم تا زمانی که تونستن برای دور زدن تحریم ها از امکاناتی که ایشون تونسته بود به واسطه همون رانت هایی که عملا غیرقانونی بود به دست آورده بود استفاده کردن، زمانی که لازم شد مسائل دیگه رو تحت پوشش قرار بدن، ایشون و تیمش رو قربانی کردن. در نظام جمهوری اسلامی عملا شما نمیتونید عدالت رو پیدا کنید، چون وقتی که رئیس یک قوه قضاییه باید توسط شخصی مثل خود آقای خامنه ای انتخاب بشه که هیچ کس نمیتونه به حساب ایشون رسیدگی کنه و مسائلی رو که ایشون به وجود آورده رو جوابگو باشن، خب قاعدتا قوه قضاییه هم در اختیار ایشونه و کسی نمیتونه از اونها بازخواست کنه و این باعث میشه که جامعه به سمت بی‌عدالتی پیش بره و هر کسی بخواد حق خودش رو از طرق دیگه‌ای به دست بیاره. و ما میبینیم که مردم ایران اگر فرصتی یا روزنه‌ای پیدا کنن، خب قاعدتاً برای گرفتن حقشون حرکتی خواهند کرد، ولی به واسطه وجود همین جریاناتی که حاکم است در ایران و باعث شده که شریان‌های نظامی و انتظامی در دستشون باشه و قوه قضاییه هم در دستشون هست، عملاً با ظلم و ستم تونستن مردم رو سرکوب کنن. تفسیر شما رو می‌شنویم آقای اعتمادی عزیز. جناب چلنگی، برای منم معتقدم که در حکومت مافیایی اسلامی ایران اگر شما وابسته به هر کدام از این گروه های مافیایی نباشید، اگر ریشه در خانواده روحانیت نداشته باشید، اگر جزء آقازادگان نباشید، اگر جزء به اصطلاح وابستگان به سرداران سپاه و بیت رهبری نباشید، قطعا حتی اگر به هر اندازه‌ای که نقش مفیدی برای جامعه داشته باشید، در جایی که لازم باشد به راحتی شما رو قربانی خواهند کرد. در مورد همین آقای مهافرید خسروی، بنده هم نامه سرگشاده برادر ایشون رو خوندم و اگر بر اساس ادعایی که ایشون در اون نامه دارن این ادعاها صحت داشته باشه که تمام وام هایی که اینها گرفتن در جهت تولید و ایجاد شغل، به یک معنا فکر میکنم اینا حدود 16,000 کارمند و مهندس و تکنسین و کارگر داشتن در پروژه اقتصادی گوناگونی که به راه انداخته بودن، تولید کار کرده بودن، اگر تمام این آمارها و ادعاها واقعیت داشته باشه، قطعا اینها نقش مفیدی رو در جامعه داشتن و نمی بایست به این صورت مورد غضب قرار می گرفتن. اما همطور که اطلاع دارید، شما می دونید بدون این که وکیل ایشون بدون اطلاع داشته باشه، بدون این که خانواده ایشون اطلاعی داشته باشن، یک شبه ایشون رو اعدام میکنن و بعدم مسئله به همین سادگی خاتمه پیدا میکنه. به نظر من این حکومت اگر کسی جز وابستگان درجه یک اینها نباشه، قادر نخواهد بود که در ایران حتی اگر بخواد خدمتگزار باشه و نقش مفیدی رو برای جامعه بازی بکنه، بتونه حیات خودش رو حفظ بکنه و بتونه به کار خودش ادامه بده. این یک نمونه از به اصطلاح سیاست‌هایی است که از طرف این حکومت با توجه به ماهیتی که داره ما شاهدش بودیم در همین ماه‌های اخیر. بله، آقای مهرگان امیر خسروی برادر مهافرید خسروی نامه مفصلی است برای آقای خامنه‌ای نوشته. من سفارش می‌کنم متن این نامه رو روی سایت‌های خبری، رسانه‌های فارسی زبان خبری یعنی اینترنتی میتونید پیدا کنید. نکاتی رو مطرح کرده و اما نکات بسیار مهم و قابل تأمل و توجه برانگیز. بله، من معذرت میخوام، یکی از نکات مهمی که تو این نامه بود این بود که ایشون با آقای خامنه‌ای هشدار میده، میگه که شما که بابا این کارو کردید، چگونه سایر کسانی که در بخش خصوصی میخوان فعالیت بکنن اطمینان بکنن به شما و بیان از تمام استعدادها، توانایی‌ها و سرمایه‌های خودشون در جهت پیشرفت جامعه بخوان کار بکنن؟ شما به این سادگی بدون هیچ گونه دلیلی برادر منو اعدام کردید
بنابراین سایرین هم نمیتونن اعتماد این اعتماد رو به شما داشته باشن. به همین خاطره که جناب چالنگی ما میبینیم بخش زیادی از سرمایه های پولی ایران از ایران خارج میشه و در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی و در چین و در بازارهای مختلف بنابر اساس توانایی صاحبان اون سرمایه ها مورد بهره برداری به صلاح و مورد به صلاح فعالیت قرار میگیره. بنابراین من میخوام همینا اگر اجازه بدید رد بدم به این موضوعی که آقای روحانی ادعا میکنن که پروژه های اقتصادی بله پروژه اقتصادی دارن. یکی از دلایلی که یکی از عوامل مهم برای سرمایه گذاری و پیشرفت کار مسئله امنیت برای صاحبان سرمایه، تولید کنندگان، صاحبان صنایع و غیره و غیره، و این در جامعه ما وجود نداره. من ببینید آقای اعتمادی، مسئله این هستش که اولا روان شاد هیچ کسی نباید پشت درهای بسته محاکمه بشه، حالا اعدام که ابدا من از کسانی هستم مخالف با اعدام در هر شرایطی، ولی و به هر جرمی، ولی نکته مهم این هستش که خب بله آقای مهرگان امیرخسروی هشدار میده، توجه میده آقای خامنه ای رو به این موضوع که شما چطور اون وقت میخواید بقیه بیان و سرمایه گذاری کنن. اما خوب بود که آقای مهافرید خسروی به پیش از خودشون توجه میکرد، به خدادادها توجه میکرد، به کسانی که رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن و در کنار بقیه و بقیه و باز اعدام شدن در میون اونها، از جمله ماجرای خداداد رو و اطرافیانش رو که یاد دارن بسیاری، و پیش از اون کسانی که در دوره آقای رفسنجانی به تهران رفتند، مهمترینشون آقای ایروانی بود و بقیه ای که رفتن و دوباره شاید سرمایه های خودشون رو پس بگیرن و چه بکنن چه نکنن که دیدیم اونها به نتیجه نرسیدن. به هر حال این نکته ایست که متاسفانه از گذشتگان پندی گرفته نشد. اما آقای حیدری چرا؟ ببینید اسامی یک جوان ایرانی که از فرط بیکاری و احتیاج و نیاز خانوادش در لشکر آباد اهواز زندگی میکنه یا سیران اهواز یا جای دیگه، چون اتفاق افتاده دست برده و رغیف نانی رو، قرص نانی رو از جایی برداشته دزدیده از سر ناچاری، یا جنسی رو دزدیده، میارن با افتخار و کبکبه و دبدبه در انظار عمومی دستشو قطع میکنن. اما 500 نفر بدهی‌های کلان مالی از بانک‌ها گرفتن، اصلا نمیدونن گردنشون کلفته، گردنشون به طریقه اسلامی مکتبی فقاهتی ولایی هر چی که هست کلفته، پس نمیدونن. پول از همون جوان خوزستانی است یا جوان ملایری یا هر جایی که هست، اما اسامی اینها حتی برده نمیشه به عنوان حفظ آبرو، و همه هم میرن تا لب این پرتگاه که چرز کنم، لب این پله که بگم، خواهم گفت، میگم پلو من اسامی هست، ولی نخواهند گفت، نمیگویم. بفهم تفسیر شما این شفافیت فقاهتی ناشی از چی هستش؟ آبروی من یک نکته ایرم بگم، آبروی عقیل پدر مسلم و برادر امام اول شیعیان رو در طول تاریخ همین آخوندهای ملایان شیعه بردن، 1000 سال بالای منبر گفتن این بنده خدا اومد گفت برادرش خلیفه است، حالا راست یا دروغ شما کنن، برادرش خلیفه است، اومد گفت دهش سن رو بگیره بری یه دردی بزن، کورم بود. بالاخره میگن امام اول شیعیان دستشی گرفت روی شمع و گفت این دست میخوای من بسوزم تو ببینی آتش تحمل نمون، من آتش جنم. به هر حال 1000 سال آبروی این عقیل رو ملایان شیعه بر منبر بردن، اما این 500 نفر رو چرا اعلام نمیکنن که پول مردم رو همین امروز خوردن؟ بفرمایید. خدمتتون همونطوری که عرض کردم سرنخ همه اینها برمیگرده به شخص خود آقای خامنه‌ای، علی‌رغم حالا تبلیغاتی که آقای روحانی و این گروه اعتدالگرایان اومدن دارن میکنن که همه مصیبت‌ها و بدبختی‌ها رو میخوان بندازن گردن احمدی نژاد،
این در واقع یک بازیه و متاسفانه در طول 21 سالی که ایشون ولی فقیه شدن بعد از آقای خمینی، وضعیت فساد و وضعیت راندهای اقتصادی که به دست گروه‌های خاص و گروه‌های مافیایی هم از سپاه و نهادهای امنیتی بوده اوج گرفته و سرنخ همه اینها برمیگرده به بیت خود آقای خامنه‌ای. و شما شاهد این قضایا بودین که حتی آقای احمدی نژاد که با این شعارها که افشا میکنن و این افرادی که به نوعی بیت المال رو حیف و مل کردن در اکثر سخنرانیاش اعلام میکنم میگم، یا خود آقای روحانی که وقتی به قدرت رسیده که من اسامی رو اعلام میکنم، میبینیم که همه در حاله ای از ابهام مونده و تبدیل به یک خنده و جوک برای مردم شده که اینا همشون دستشون توی یک کاسه است و سر یه سفره نشستن و از این پول ملت ایران در واقع این خانواده هزار فامیل روحانیت دارن استفاده میکنن. و تمام اون داستان هایی هم که حالا به نوعی شما یه نمونهشو عرض کردین که بحث آقای عقیل بود و این مسائلی که اینا پای منبرها گفتن، اینا نمونه هایی بوده که برای عوام فریبی مردم و فرافکنی مسائل بوده و اگر که واقعا قصد داشته باشن این افراد رو به وضعیتشون رسیدگی کنن، میطلبه که یک قوه قضاییه بی‌طرف بتونه این مسائل رو پیگیری کنه. و چون قوه قضاییه ایران کاملا در اختیار آقای خامنه‌ای هست و نمیخوان که به این مسائل رسیدگی بشه، چون دست اکثر اقوام و فامیل ها و دوستان و حضراتی که در سپاه و نهادهای امنیتی هستن قاعدتا رو خواهد شد و مردم ایران متوجه خواهند شد که چه افتضاح و چه کلاه بزرگی به سرشون رفته، خب قاعدتا نمیخوان این مسائل فاش بشه و میبینیم که وضعیت اقتصادی و وضعیت کشور هم به این وضع مبتلا شد. بیچاره عقیل. آقای اعتمادی، با این نظر تا چند از موافق هستید که همه راه‌ها به روم ختم میشه یا به تلفظ فرانسوی قم که همون بیت رهبری هست، اما میخوان کاسه کوزه‌ها رو سر احمدی نژاد بشکنن که توجه از بیت رهبری منحرف بشه؟ بله، این تفسیر قطعاً... تا چند بله برای قطعا نقش بیت رهبری و آقای خامنه‌ای در حکومت اسلامی ایران خب یک نقش برجسته و تعیین کننده است. اما گاهن ما میبینیم که ولی در پایین بین دو جناح دعواهایی صورت میگیره، اونا بر علیه هم دیگه سفارایی میکنن، نشریاتشون اخبار اطلاعاتی که بر علیه هم دیگه دارن رو منتشر میکنن، ولی تا یه حد مرز معین و تا اونجا که لازم باشه هر وقت هم ببینن بر قضیه داره به نوعی تاثیر منفی در جامعه میگذاره، بلا فاصله با یک فتوا یا یک دستور رهبر ختم میشه قائله. ولی جناب شلنگی، من نکته که میخوام در اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که به واقع اینها به طور حیرت آوری دروغ میگن هر دوی اینها. نمونه همین مسئله لیستی که اینها اعلام کرده بودن از طریق وزارت علوم که 3000 دانشجوی بورسیه در دوره آقای احمدی نژاد که همگی اینا از وابستگان به اصطلاح نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن، آقای احمدی نژاد اومد گفتش که آقا این لیستو منتشر بکنید و درست یک روز قبل از اینکه وزیر علوم بخواد استیضاح بشه ایشون اعلام کرد که آقا اون لیست 3000 نفره که اعلام شده این جعلی است و به اصطلاح نمیشه بهش استناد کرد و گفتن که از طریق یکی از معاونین به اصطلاح ایشون منتشر شده و ایشون هم مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یعنی جامعه رو اینها دوچار به اصطلاح یک چنین التهابی میکنن، یک چنین به اصطلاح تشویشی میکنن که تا چه اندازه در درون این حکومت شرایط و روابط فاسد و ناسالم وجود داره. ولی همین که قضیه میخواد بیخ پیدا بکنه و موجب بی‌آبرو شدن کل این نظام بشه، بلافاصله جلوش رو میگیرن و به اصطلاح کتمان میکنن. یا نمونه‌ای که شما اشاره کردین در رابطه با وام‌های کلونی که به اصطلاح یه عده معینی گرفتن و به هیچ عنوان هم پرداخت نمی‌کنن، اگرچه می‌دونید که این لیست تا همین چند روز پیش 59 نفر بود و امروز کردن این لیست رو 500 نفر. خب بدون ذکر به اصطلاح اسامی این افراد که اینا کیا بودن از قبل، بر باز این جنایی که الان بر سر حکومت از دولت آقای روحانی وابستگان به دولت احمدی نژاد رو متهم می‌کرد و از اون طرف ما می‌بینیم که اونها به اصطلاح انکار میکنن و اینها پس میگیرن. بنابراین به قول اون ضرب المثل معروف اینها گوشت هم دیگر رو میخورن، ولی جایی که بخواد موقعیت نظام به خطر بیفته استخوان هم دیگر رو نمیشکنن و کنار میان. و به قول باز اشاره جناب عالی، شما میبینید تمام این خبرها به صورت مسکوت گذاشته میشه و فراموش میشه و بعد برای دوره بعد و به بهانه‌های مختلف مسئله دیگری مطرح میشه.
خب آقای احمدی نژاد هم آمده گفته که اسامی تهدیدشون کردن که ما منتشر میکنیم اطرافیان شما، ایشون هم گفته که اسامی همه رو باید منتشر کنیم و هیچ ابایی هم نیست. یعنی ظاهرا این بابا میدونسته، یعنی احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد میدونسته که از اون طرف هم اسامی بسیاری هست، از خود بیت رهبری گرفته تا بیت غیر رهبری، اطرافیان بیت رهبری، بعد اکنافیان بیت رهبری هست، بسیار هستند. یعنی دایره مرکزش بیت رهبری است به گفته احمدی نژاد، اطرافیان هرچی و همینطور دایره داره. اما در این مرکزیت بیت رهبری باند آقای رفسنجانی یا گروه آقای رفسنجانی یا کسی که یک زمانی حتی لقب امیرکبیر اسلامی بهش داده شد و از این حرفا و از این تملقات و چاپلوسی های اطرافیان و اکنافیان کجاست آقای حیدری عزیز؟ چون می‌بینیم مهدی رفسنجانی رو هم کشیدن به از کنم خدمتون دادگاه و قراره بره و بیاد و همینطور کسان دیگه رفسنجانی. خب نقش خود آقای رفسنجانی در پیدایش این مافیا نقش پررنگی بوده و خود آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص در دوران سازندگی به واسطه اینکه اکثر سردارای سپاهی که از جنگ برگشته بودن و اینها بیکار بودن، اینها رو در واقع ساپورت کرد، هدایتشون کرد در ایجاد همین تشکل‌های امنیتی و ایجاد شرکت‌های سوری در خارج از کشور، نقش پررنگی بوده که عملاً از رانت‌هایی هم که به وجود آوردن از پول نفت و پسر خودشون هم به عنوان مشاور و دستندرکار در این امور فعالیت داشتن و نمونه بارزش در همین نروژ هنوز بحث استاد اویل داغه و حتی در روزنامه‌های نروژ اخیراً موضوع اینکه قرار پسر آقای رفسنجانی رو بعد از سالهایی که در نروژ عوامل استاد اویل در واقع استعفا دادن و به اون تبانی که کرده بودن و اون رشوه‌ای که داده بودن در واقع اقرار کردن، می‌بینیم که تازه بعد از سالیان سال در ایران اون هم به واسطه همین بازی‌های قدرت که تازه در گرفته میخوان پسر ایشون رو محاکمه کنه. عملا هاشمی رفسنجانی و تیمش داره پاسخگوی رفتار و کردار خودش در قبل از و پیدایش در واقع آقای خامنه‌ای به این وضعیت رو پس میده. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی هرگز فکر نمیکرد روزگاری رو ببینه که خودش باید پاسخگوی کارهایی باشه که انجام داده و باعث به قدرت رسیدن فردی شده که امروز هیچ کسی حریف اون نیست و نمیتونه اون رو کنترل کنه و باعث بروز بسیاری از مسائل که در واقع خود آقای هاشمی رفسنجانی هم داره میاد اینا رو مطرح میکنه و میبینیم که عملا به خاطر همین مسائلی که خودش عنوان کرده تریبون نماز جمعه رو هم ازش گرفتن، ولی خب گهگاهی در لابلای ملاقاتایی که داره با نقش رئیس تشخیص مصلحت نظام یک صحبتایی رو میکنه که نشون دهنده اینه که نسبت شاید به گذشتهش به نوعی پشیمانه، ولی چون همه اینا همونجوری که همه ما میدونیم بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی با هم متفق القولن، نمیخوام بیان و این موضوع رو در واقع مطرح کنن، چون فکر میکنم با مطرح کردن این مسائل باعث در واقع سقوط نظام میشه و اینا همشون به دنبال این هستن که این نظام رو به هر وضعیتی هست که نگه دارن و میبینیم که در این شرایطی که به وجود اومده نقش خود آقای هاشمی رفسنجانی پررنگه و عملا این عواملی که الان دستن در کار هستن برای محاکمه پسر ایشون هم به نظر من و دوستانم فقط یک بازیه و در نهایت آقای مهدی هاشمی هم به یک زندان کوتاه مدت و مختصر با داشتن مرخصی برای بیرون آمدن از زندان تموم میشه، چون نمیتونن در واقع با رفسنجانی هم بخوان به گونه‌ای رفتار کنن که با بقیه رفتار کردن، چون در هر صورت رفسنجانی هم پایگاه‌هایی داره و میتونه اسراری رو نظام بگه که عملا میتونه باعث سوز شدن مسائل مربوط به نظام بشه. همه از هم یک اسناد و مدارکی دارن اونطور که آقای حیدری اشاره میکنه، یعنی همه هفتیرهای آماده‌ای دارن برای روز مبادا و یک موازنه عرض کنم خدمتون افشاگری همه رو، یا یک موازنه سکوت هست که همه رو در کنار هم برادروار در اون حلقه حکومتی و دولتی و قدرت ولایتی نگه داشته. قدرت علی اکبر ولایتی نیست، منظورم قدرت آقای خامنه‌ای یا ولایت هست که آقای ولایتی هم جزی از این ولایت هست. تفسیر شما رو میشنمیم اون چه که آقای حیدری گفت. آقای اعتمادی عزیز، جناب چالنگی، این مسئله دعواهای اینا و فسادهایی که در درون کل اینها بوده، کل کسانی که بنیانگذاران این نظام بودن و امروز هم جزو گردانندگان این نظام هستن،
یک نمونه تا حالا ما سراغ نداریم که عوامل اصلی پشت پرده و عوامل اصلی کسانی که در این فسادها و در این ناهنجاری دست داشته باشن افشا شده باشن به معنای واقعی و مجازات شده باشن. شما همین پرونده آقای مهدی هاشمی رو ببینید، اولا در دادگاه دربسته صورت میگیره، خود اینها اعلام کردن که ایشون در فتنه سال 88 جزء گردانندگان بوده. خود آقای مهدی هاشمی در مکالمه تلفنی که با یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که الان در خارج از کشور هستند در مورد مسائل مربوط و سیاست‌هایی که در اون دوره که ایشون در خارج از کشور بودن آقای مهدی هاشمی چگونه با مقامات آمریکایی تماس می‌گیرن و می‌خوان که مسئله تحریم‌ها رو در دولت آقای احمدی نژاد ادامه بدن تا دولت احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، چگونه در سازماندهی و تشویق برخی از روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی‌های داخل و خارج کشور و محافل سیاسی حتی در خارج از کشور آقای مهدی هاشمی رفسنجانی سازماندهی می‌کرده اینا رو که در جریان سال 88 فعالیت بکنن و به قول خود آقای هاشمی ولی فقیه رو و جناح به اصطلاح مقابل اصولگراها رو تحت فشار قرار بدن. همه اینها ضبط شده است و هم شما خودتون شنیدید این مکالماتی که ضبط شد و توسط اون کاریکاتوریستی که الان در خارج از کشور هست پخش شد و در اختیار همه قرار گرفت. ولی وقتی ایشون وارد ایران شد بر اساس قرارداد این مصاحبه بر اساس که قطعاً بر اساس روابط حسنه‌ای که مصاحبه کننده با آقای مهدی هاشمی در اون موقع داشته انجام شده، یعنی به نحوی بعدها گفته شد، حرفی که گفته شد و نقل شد این بود که مهدی هاشمی در زمان انجام مصاحبه ولی نعمت مصاحبه کننده بوده یا روابط دوستانه. دقیقاً واقعیت اینه که آقای هاشمی رفسنجانی در بین مهره‌های اصلی حکومت اسلامی ایران همیشه رو بخشای از روزنامه‌نگاران سرمایه گذاری کرده، همیشه بر روی بخشای از اپوزیسیون. حالا این بحث ما نیست ولی به هر حال منظور من توضیح دقیقاً کاملا درست شما اشاره فرمودید. ولی شما ببینید با همه این اشکالاتی که چه علاز سیاسی وجود داره، از اون طرف نقش آقای مهدی هاشمی در اون پرونده مشهور به کرسنت مال اون شرکت پترولیوم در امارات بود که اون قراردادی که بسته بودن گاز ایران رو به رایگان به تاراج داده بودن ایشون با رشوه‌ای که در اون رابطه گرفته بود و بعد ما می‌بینیم که چگونه ماموران امنیتی میان اون آقای عباس یزدان‌فنا به عنوان یکی از دلالان واسطه این قرارداد رو در دبی می‌دزدن و می‌کشن و به اصطلاح جنازه‌اش رو بیرون می‌اندازن. همه این اتفاقات می‌افته، پا و دست آقای مهدی هاشمی هم درش هست، اما آب از آب تکون نمیخوره و ایشون در ایران دارن زندگی میکنن و در این حال همچنان در رقابت با جناح مقابل تلاش دارن میکنن که بتونن دوباره در به اصطلاح صنعت نفت ایران و تجارت نفت ایران نقش خودشون رو بازی بکنن. یا نمونه دیگر همین آقای زنگنه چندی پیش در یک مصاحبه مطرح میکنه در رابطه با آقای زنجانی و پولی که از طریق فروش نفت به جیب زده و اعلام میکنه ما نمیدونیم اصلا این پولا کجاست، ولی خود آقای زنگنه اعلام میکنه که این پول و این به اصطلاح سرقتی که منافع ملی کشور ما شده قطعا بدون حضور عوامل اصلی در درون ایران نمیتونسته صورت بگیره، ولی هیچ نامی مطرح نمیشه. ضمن اینکه خود آقای زنگنه در اون دوره که اون قرارداد بسته میشه برای به تاراج دادن گاز ایران به کشورهای اماراتی نقش داشته، جزء امضا کنندگان اون قرارداد بوده، در اون نفت ایشون هم در همون زمان میشه. دقیقاً در دوره آقای خاتمی و ما میبینیم امروز در دوره آقای حتی احمدی نژاد و ما میبینیم که امروز ایشون باز وزیر نفتن، علارغم این افشاگری‌ها که میکنن باز عوامل به اصطلاح ارتکاب به این جرم و به این فساد معلوم نیست چه کسانی هستن و همچنان در کشور دارن زندگی میکنن و سوء استفاده خودشون انجام میدن. بله خب وزیر دادگستری وقتی آقای پور محمدی است که در کشتارهای دهه 60 نقش برجسته‌ای داشته و عملا با دستان خودش انسانهای بسیاری رو بنابر گزارش‌های مختلف به قتل رسونده، خب وزیر نفت هم باید آقای زنگنه باشه. این رو هم اضافه کنیم که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی
قتل‌های سیاسی بسیاری در داخل ایران، از هم از زنجیره‌ای و بعدها قتل‌های سیاسی خارج از کشور انجام شد، بسیاری به قتل رسیدند، از دکتر شاپور بختیار، دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر سیروس الهی، عرض کنم و بسیاری دیگه، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگه، خلبان محمدی، تیمسار، اویسی، دکتر کاظم رجوی و ده‌ها نفر دیگه ای که سرهنگ با احمدی، همینطور من متاسفانه اسامی بسیار زیاد است، در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت آقای فلاحیان در دورهای مختلف به قتل رسیدند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حیدری، یک خبر من اینجا دارم. سرهنگ محمدی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، سمت ها در جمهوری اسلامی ماشاءالله بسیار طولانی است، هم از این همه شده سمت این بابا، گفته یک نفر رو دستگیر کردن که خیلی جالب، این در نوع خودش کم نظیره. شما از یک طرف حکومت الله بر زمین، پایگاه مردمی بسیار زیاد، هر صبح بلند میشن مشت محکم به دهن این و اون ابرقدرت ها که دیگه به زانو در اومدن به گفته آقای خامنه ای و بقیه، و اما این حکومت بسیار قدرتمند رو ببینین چه کسانی تهدید کردن. یک جوان آمده و کامنتی گذاشته روی سایت خبری، یه خبری بوده، حالا جزئیاتش نگفته اینجا، کامنتی که گذاشته مثلا حالا گفته این خبر درسته غلطه، یه چیزی اضافه کرده پاید توی فیسبوکی جایی رفتن پلیس گفته متهم در ابتدا موضوع را انکار میکرد، اما پس از مواجهه با مستندات پلیس لب به اعتراف گشوده و به زه ارتکابی را پذیرفت. و اونجا هم گفته در شهرستان ورامین یه بابا یه کامنتی گذاشته روی خبر، ارکان ولایت لرزیده. چرا؟ خدمتتون عرض کنم آقای چلنگی، در جایی که افرادی مثل ستار بهشتی در یک وبلاگ ساده میان درد دلهای خودشون رو می‌نویسن، اینها کشته میشن، قاعدتا جمهوری اسلامی این گونه افراد رو بر نمیتابه، یعنی افرادی که به خصوص جوانایی که با فضای مجازی آشناهن و در فیسبوک و در سایر مواردی که علم جدید وارد شده، اینها رو به نوعی با تشکیلاتی که درست کرده تحت عنوان پلیس فتا و سایر نهادهای دیگه‌ای که در اختیار دارن کنترل میکنن و به نوعی میخوان زهر چشم بگیرن از مردم ایران و به خصوص جوانها و افرادی که در این زمینه فعالن که ما همه مسائل رو کنترل میکنیم. شما در کنار اخباری که واقعا باعث تاسفه، در واقع خبری بود که خود پزشک قانونی ایران مطرح کرده و خبرگزاری ایران منتقل کرد که در سال گذشته بیش از 4000 فرد در ایران خودکشی کردن، این نشون دهنده عمق فاجعه در داخل ایرانه که در واقع این رژیم نه به دنبال رفاه و آسایش مردم و در واقع به دنبال اینه که هر روز این جامعه رو محدود کنه. آقای اعتمادی، در همین مسئله ما حدود یک دقیقه وقت داریم. می‌بینیم مثلا محکومی در زندان هست، دوره محکومیت چی می‌گذرن آقای ارجنگ داوودی، بعد میان و حکم اعدام برش مقدمه‌شو یا مقدمه صدور حکم اعلام می‌کنه. ببینید، اعمال خشونت از طرف حکومت اسلامی نسبت به مخالفینشون یک مسئله تاریخی است، 36 سال ادامه داره پیدا می‌کنه. اما به نظر من در مواقعی که رژیم ایران متوجه میشه که جامعه داره رو التهاب میره و رو به تشنج ممکنه کشیده بشه، طبیعتاً این فشارها و این تهدیدها و خشونتها رو نسبت به منتقدین و مخالفین خودش شدت میبخشه. به گمان من این شدت عملی که در طی این هفته ها و ماهای اخیر شروع شده، از جمله مسئله حکم جدیدی که برای اعدام آقای ارجنگ داوودی دادن، بیشتر در این رابطه است. سپاسگزار هستیم آقای اعتمادی عزیز، با سپاس بسیار از شما و همچنین سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا حیدری گرامی. بار دیگه درگذشت خانم سیمین بهبهانی رو به
خانواده گرامی او علی عزیز فرزند گرامی بانو سیمین بهبانی تسلیت میگیم، به جامعه ادبیات ایران تسلیت میگیم، به همه ایرانیانی که خانم بهبانی در شعر خود، شعر در شعر خیش تلاش داشت خواسته و آرزوها و ایدئالها و رؤیاهای اونها رو مردم ایران رو بازتاب بده، که میدونم همه اونها سوگوار هستن در از دست دادن خانم سیمین بهبانی گرامی. برنامه های ویژه‌ای در آینده درباره خانم سیمین بهبانی قطعا خواهیم داشت، یادشون همواره گرامی خواهد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز تفتان، البرز، سند و سبلان آسماری الوند کوساران دراگ زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.